حاجی در فرنگ نوشته جعفر شهری بخش پنجم دوشنبه سوم زلحجه خیال میکردم در خاک حجاز فقط مدینه است که رانندگانش آنطور افسار گسیخته از اتومبیل های خود صداهای ناهنجار در میآورند. حالا میبینم مکه از آنجا بدتر است و این شهر مثل آن است که کارخانه بوغسازی است که چند هزار کارگران آن یکجا مشغول امتحان صدای بوخهای ساخته شده می باشند. پس در این صورت این مملکت را باید به نام مملکت نماز و بوغ بنامیم. از صبح تا ساعت چهار نیم بعد از ظهر از ترس همین صداها نتوانستم از منزل خارج شوم و وقتی که بیرون آمدم با هزار زحمت بود خیابان که سر راهم بود رها کرده کوچه و بازار را برای عبور اختیار کردم. گرچه در وسط بازاری هم که مانند روزهای تاسوعا و آشورای بازار تهران که دست عبور می کند جمعیت موج می زد. باز اتومبیل ها از میان جمعیت بوخزنان زنان می گذشتن ولی باز صدا کمتر بود. خود را به مسجد الحرام رسانیده، نماز ظهر و عصر را به جا آورده، چند سور قرآن نصار اموات خوانده طلب مغفرتی برای آن کوتاه دستان چشم به امید نموده منتظر از آن و نماز مغرب شدم نماز جماعت بیت الله الحرام از مناظر بدیع عالم است چون خانه که در وسط قرار گرفته و نمازگذاران در اطراف رو به آن قرار می گیرند وقتی از بام مسجد که مخصوصا ادهی برای تماشا به آنجا می روند و حرکات آن جمعیت 600-700 هزار نفری متحدالحرکات حرکات را در سحن و ایوانها و طبقات ساختمان مشاهده کنیم که چه به قیام و قعود و رکوع و سجود مشغولم آنچنان زیباست که گویی از داخل تیاره پنبزار عظیمی را می بینیم که دوچار گردبادی ملایم شده باشد نماز را در جماعت اهل تسنن به جا برده بعد از ساعتی که راه عبوری باز شد برخواسته به تماشای زائرین پرداختم نمی توانستم به تصور آورم که در کجا هستم و چه می بینم و چه می شنوم و این مردمی که دیوانوار به گرد معبود می کیانند و آنها که در گوشه و کنار نشسته در خود فرو رفته اند در دل چه میگویند و با که راز و نیاز می کنند. و چه میخواهند با خود گفتم خداوندا این مردی که در 1400 سال پیش ظهور کرد که بود و چه بود و چه گفت و چه کرد که از آن روز به بعد همه سال هزاران هزار مردم را به ترقص واداشته سرود خان کرده است چه ساز این مطربن در پرده انداخت که میرقصند با هم مست و اشیار آیا واقعا تو گفتی و تو بادرش کردی؟ یا این اصل خودش رو ایده و نموف کرد و بار درختش این میوه را داد؟ خداوند در هر دو صورت بزرگی به تو می برازد و بس و تو ای که بزرگی و بزرگ میکنی و عزیز و عزیز میداری این همه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبدالله بود. هرچه هستی تو هستی و هر چه می کنی تو می کنی مگر نه آنکه همه کارهایت عجیب و در قرابت است پس این نیرنگی از کارهای توست و من این مرد را نیز دستاموز تو می بینم موقعی که تواف میکردم مقام ابراهیم را دیدم که با قالیچه هایی گرامبه ها فرش می کردم و بیا و برویی بود حواسم به خودم بود توجه نکردم ولی بعدم فهمیدم فرمان فرمای سه تا نقطه برای زیارت خانه خدا آمده و برایش ادای احترام می کنند. و ساعتی بعد در بازار صفا و مروه خودش را دیدم که مثل سایر بندگان خدا با دو حوله سفید خود را پوشیده به سعی پرداختند به هر وله و جنبش در آمده است. و آنچنان با خضوع و خشوع به عمل پرداخته گردن کج کرده با معبود خود در حالت و راز و نیاز است که گویی پیرزن مسکینی است که از صاحب سفره التماس لقمنانی می کند میخواهم از منزل خارج شده کوچه و بازار را تماشا کنم و میان مردم بگردم از صدای بوخهای اتومبیل ها جرأت نمی کنم یک ربع ساعت که باب خیابان گذرم وقتی بر می گردن مثل آن است که به مقسم چکش خورده باشد. اگر خدا برای هیچ کدام از اعمال حجاجش ارزش قائل نشود برای تحمل عذاب علیم صدای این بوخا هم که شده باید حجشان را قبول کند. اگر کسی خواست به کسی نفرین کند بهتری نشین است که بگوید خدا حاجیت کند که به مکه بروی و لاعلاج مجبور باشی صدای ده بلکه صد هزار بوغ را یک جا در 24 ساعت شبانه روز تحمل کنی حال چگونه است که اداره راهنمایی که اینجا در این بار فکری نیندیشیده است نمیدانم شاید همون را امر قابل اعتنایی تصور نکرده باشد سهشنبه چهار زلحجه آنقدر می‌بینم که هم اتاقهای من کارشان فقط آن است که مرتب به بازار رفته یک بغل و دو بغل از جناس بنجل بی مصرف خریده تلمبار کنند و بس و چه زیاد می بینم که بعضی از آنها را به یک بلکه دو برابر قیمت تهرانش هم خریده و می خرند و مثل کسی که آنها را پیدا کرده باشد خوشحال هم هستند از پارچه های شمی و نخی و پشمی گرفته تا فرش شامی و کفش و چراغ و قند چکن و تلموش چنان که گویی میخواهند تشکیل خانواده داده یا جهازگری کنند. در میان این هم اتاقی ها یک نفر یک جفت فرش کاشی گرانبها ها با خدا آورده که اینجا بفروشد. چون اینجا به جز قالی های خرسک و کت و کلوفت و وسط نمیخرند، خرند، ها روی دستش مانده، نصف قیمت هم نمیخرند. در همه عمرش یک جفت قالیچه حسابی به خانهش برده حالا آن را هم از زیر پای زن و بچه کشیده به اینجا آورده است و چون به هوای این فرشا پول هم با خود نیاورده از اینکه که میبیند دیگران مرتب سر و سوقات میخرند و او نمیتواند زجر میکشد و یکی به سر خودش میزند یکی به سر فرشا منار را دزدیده به کول گرفته عقب چالهش میگردد باید به حجاج محترمی که در سفر امسال یا سالهای بعد آزم مکه می شوند خاطر نشان کنم مبادا به خاطر اطلاعی که از ارزش فرش وسط به دست آورده اند در بازار تهران هرچه قالیچه آشغال می بینند بار کرده به عربستان ببرند زیرا ممکن است هوشیاران دیگری هم باشند که زودتر از آنها متوجه موضوع شده آنقدر بار کرده باشند که بازارهای عربستان را فرشهای نامرقوب پر کرده باشد. ایرانی ملت عجیبی است دستش که به قاب یا بشقابی برسد آنقدر تهش را انگشت می کند تا به آب برساند. به گمانم این تعلیم را از بعضی معلمین مذهبیشان آموختند که در وصفشان گفتهاند دست ملا اگر به قاب رسد میزند نقب تا به آب رسد. یک وقت گفتم در تهران کارخانه برق خصوصی صرف می کند. هر کس خانه و دکانی داشت فروخت و رفت یک کارخانه برق به راه انداخت. تا جایی که سراغ دارم یک نفر انگشتر و علنگوی دست زنش و مسوتس منزلش را به تاراج زد و یک دینام برق گذاشت. یک وقت دیگر خمکاری مد شد و یکی دو نفر که مبتکر آن کار بودند از خم کردن آلمینیوم و مس به صورت بادیه بشقاب 100 دینار سه شاهی به هم زدن. هر کسی را دیدی یک دستگاه خمکاری گذارد و خمکار شد تا اجرت ساختن یک بادیه را به چهار شاهی رسانیدند. وقت دیگر بو بلند شد در آلمان فیروزه را خوب می خرند. آنقدر بردند و بردند تا فیروزه در آنجا به قیمت نخود و لوبیا حالا من میخواهم بنویسم که نفت فروش های اینجا بوغ لبلبو را خوب میخرند جرأت نمیکنم زیرا میترسم سال دیگر هر حاجی که از ایران بیاید ده بیست بوغ لبلبو به شانه و گردنش آویزان کرده باشد این هم باز یکی از خصائص ایرانی است که ابتکار دزدیش دومی ندارد امروز دو واقعه و یک اطلاعیه جالب رسید. اولا که در موقع تواف همیان کمری یک نفر ایرانی را با تیغ بریده دو هزار تومانش را بردند و دومی سارقی که محکوم شده می بردند که دستش را قطع کنند. البته اینکه دستش قطع می شد سارق دو هزار تومان نبود و این گناه را در چند ماه پیش انجام داده بود که امروز قصاصش می کردند. و پول کمربند مسافر ایرانی را از خود همشهری ها برده است و از هموطن بوده که میدانسته چگونه باید همیان را برید که دست برنده قطع نشود کما این که تا به حال چشم هیچ ایرانی ندیده است که دست برنده جیب بر و یا سارقی قطع شود سومان که در پاکستان پولی جمع کرده نایبی نامزد کرده به مکه فرستادم که برای آقای سید نورالله شوشتری نویسنده کتاب مجالس المؤمنین حج نیابت به جا برد. دابود خواهید گفت چندان مهم نبوده و این امری معمولی و متداول است که برای هر مرده که وصیت کرده یا سلسی گذارده حج نیابت میخرند. ولی مطلب به این سادگی نیست. این سیدی که امروز برایش حج نیابت به جا میآورند در چهار قرن پیش یعنی چهارصد سال قبل از ایران به هندوستان می رود. پادشاه آن زمان هندوستان شیفته و فریفته علم و اطلاع او, او, شده به خیال آنکه او از علمای اهل تسنن است از او نگهداری کرده به خاطر آنکه تدریس مذهب تسنن کند ادی شاگرد که هر کدام عالم عصر خود بوده اند در اختیارش میگذرد این عالم که خود از شیعیان خلص علی بوده به قدری در مذاهب اربعه اهل تسنن متبهر بوده که مدتو از چهار مذهب شافعی و حنبلی و هنفی و مالکی درس میگوید در زم خود نیست در تلویح و لفافه به تبلیغ مذهب شیعه پردازد. معاندین که نام آنها را باید عقب مانده ها و بی ارزه ها گذارد و در هر عصر و زمانی برای هر صاحب علم و صاحب هنری زیادند و مثل مرضی میمانند که خسم سلامتند به ترسد برمی آیند که سید را از مقام خود ساقط کنند بر حسب اتفاق روزی از زبان سید می جهد و پس از بردن نام علی صلوات الله علیهی بر آن اضافه می کند سائیان این مطلب را به زمینه اضافاتی که امان از همین اضافات در پرونده ای گذارده به نظر شاه رسانیده از او سعایت می کنند. شاه اعتنا نکرده نظر قاضی القضات را میخواهد. خواهد. قاضی که خود دانشمند بوده و قدر دانشمند را میشناخته است با این یک شاه بیت جواب برای شاه فرستاده سید را از مرگ معاف می کند به این مضمون گر لمک نبی عربی هی، نام علی بی ادبی اگر این کلام از حضرت خاتم الانبیاست که گوشت من گوشت علی و گوشت علی گوشت من است پس بدون سلوات نام علی بردن بی است اما سائیان باز بیکار نشسته یک شیر پاک خورده ای را مأمور می کنند که اعمال سید را زیر نظر بگیرد مأمور حلالزاده در جرگه ملازمان سید در میآید و انقدر خود را به ایشان نزدیک می کند تا روزی کتاب مجالس المؤمنین را که از تعلیفات ایشان در مدح علی نوشته شده و نیمه تمام بوده از دزدیده به حضور شاه میبرد و شاه خشمگین شده سید را اونفن و تحقیرا به درگاه می کشد و به فرمان او آنقدر با شاخه چوب میزنند که گوشت و پوستش از استخوان جدا شده و جان می سپارد و در محلی گمنام دفنش می کنند. ادهی بیکار ننشسته به مقابل برخواسته قبرش را مییابند و نسل به نسل آن مکان را به فرزندان خود می سپارند. تا زمان مطابق عادت دوری زده و از دگرگون و به نفع شیعیان می گردد. آنها هم پولی فراهم آورده برای او مقبره و دستگاهی می سازند و جهتش خیر و خیرات می کنند که همین عمل نیابت حج برای او بعد از چهار ست سال یکی از آن جمله است. گرچه از این واقع مقام علم و حقشناسی مردم ثابت می شود اما افسوس که تا عالم و صاحب سخن در قید حیات است در انظار حقیر است و به چشم خلق از مردم معمولی کوچکتر است تا جایی که به زن و فرزندان او به نظر حقارت می نگرند و اعتناعی که لازم است از اجتماع به او مبذور نمی شود. پس از مرگ هم چه او را در مزبل افکنند و چه مزارش را با جواهر بالا آورند برای او یکسان است. شاعری می گوید چو صاحب سخن زنده باشد سخن به نزد همه رایگانی بود. یکی را بود حرف در لفظ او یکی را سخن در معانی بود همو چون بمرد و به جاهش نام کلامش چو در یمانی بود خوشحالت حالت مرد صاحب سخن که مرگش به از زندگانی بود بعد از مرگش عزیز می شود و مقام بی بالا می رود بزرگترین لذتی که عالم و نویسنده از زحمات خود می برد که خستگی شبان روزیش با آن زایل می گردد همان است که یک نفر او را بفهمد و افکار و اندیشه هایش را درک کند و منشعاتش را به دیگران معرفی نماید و از نویسندگانی که از گرسنگی مردند و یا خودکشی کردند و امروز تعلیفاتشان سرمایه تجارت ناشرین شده زیاد میشناسیم. شناسیم چهارشنبه پنج زلحجه واقعا هم شغل گندی است صد رحمت به دلال های اتاقی و شاگرد قهوچی های استکان جمع کن مرده که در ولایت خودش آدمی است و کیابیایی دارد اینجا که می آید پستر از یک شاگرد پادو باید فرمان ببرد و بله قربان بگوید تا حالا می گفتم ببین این کار چه دخلی دارد که همه حمله دار حالا که با حمله دار برخوردم میبینم نه بابا اولا اگر ساعتی هزار تومان منفعت داشته باشد به این خفتش نمیارزد در ثانی چون این کار هم مثل بقیه که ذکرش گذشت به دست ایرانی افتاده تا آخرین حد رمقش کشیده شده است چیزی که هست این ادرا خدا عقلشان را گرفته است حالا حساب کنیم حمله دار در حدود چهار هزار تومان هر نفر را کنترات میکند هر نفر 20 تومان بالا و پایین کرایه طیاره و شیر و خرسکی دو غیر می شود میماند 2000 تومان 460 تومان باز برای یک نفر خرج دستگاه های سعودی از قبیل عیاب و و کرایه چادر و معتف و قیرهش در می رود میماند 1500 و و اندی تازه این حاجی 20 بیست تا 25 بیست روز شام و نهار و میوه و چای و مخلفات میخواهد و کرایه مکان که برای هر نفر حاجی به طوری که حساب کردم در حدود 700 تومان کرایه منزل کسر می شود. الباقی 800 تومان. اگر حاجی در آن ولایت قربت و عربهای آدم لخت کن بخواهد نان و پنیر و هندوانه بخورد بیشتر از آن برایش تمام می شود. چه رسد به اینکه چلو مرغ و چلو کباب و صبحانه کر ربا و خرج رفت و آمد این طرف و آن طرف و قیمت شکست و بست و استحلاک اساس و حمل و نقل دیک و دیک بر و غیره و حق و حساب به این و آن و حقوق چندین نفر خدمه و هزار جور تلقین و نماز وحشت هم به او اضافه شود که جدا اگر آن 800 تومان را به هر بی سر و پایی بدهد که در آن چند روزه نوکریش را رو بکند قبول نمی کند. آن یکی سرش داد میزند که من نمیتوانم در این اتاق زندگی کنم پنجاه پله میخورد آن یکی فریاد میکشد اتاق من همکف است سر و صدا زیاد است سومی از توی مسترا صدایش بلند است بیا بابا این سوراخ رو باز کن چهارمی از کم آمدن آب شیر فریاد میزند پنجمی آن غذا را دوست ندارد چیز باب میلش میخواهد برای آن دیگری مهمان رسیده میوه میتلبد. آن یکی سردیش کرده نبات آب سرد میخواهد بعدیش موز خورده گرمیش کرده گلویش درد میکند قدومه و آب گرم میخواهد دهمی اسهال گرفته زندگی را به کسافت کشیده باید زیرش را تمیز نمود و دوا درمانش کرد مال یازدهمی سفت شده حملهدار باید مقاش ببرد و نخود نخود بیرون بکشد از صبح تا شب سماور میجوشد که مبادا یکی بیوقت حوث چای کند. خودش و کارکنانش باید مثل پروانه به دور حاجی ها بگردند و بله قربان چشم اطاعت می شود. از ساعه همین الان دردت به جانم پنج دقیقه صبر کن، تحمل کن و از این قبیل تملخ ها بگویم. یارو تا پیش از مکه موز را خیال میکرده بادنجان نرسیده است. حالا اینجا ایراد میگیرد که رنگش چرا درست زرد لیمویی نیست و مرغ را از روی کتاب نشان بچههایش میداده می داده و حمله دار که میرسد میخواهد رانش آنقدر چاق باشد که نصف شب هم بتواند بغل بگیرد. در شهر خودش گاری کودکشی داشته و فضولات حمل می کرده. اینجا که میرسد رسد سینی نهارش را که به دستش بدهند نمیبرد و میگوید برایم بیاور به اتاق. اینها که کارهای اصلی حمله دار است حالا بیاییم سر کارهای فرعیش آن زن تشت میخواهد رخت بشوید آن یکی شیشه اماله میخواهد و کمک هم لازم دارد که دو دست آب تنقیه به شکم مادرش بریزد آن مرد شیطانی شده و نیمه شب حمله دار را صدا می کند که باید چه کار کند فلان زنه که خاک به سرم میگوید و پیش حمله دار میدود که من شدم یعنی قاده شدم و راه چاره می خواهد و مسئله بی را میپرسد و هزار درد بی درمان دیگر مثل اساس مسافر گم شدن و حاجی به تواف بردن و برگرداندن و مواظبت از گم شدن خود حاجی کردن و غیره در بازار حاجی و حمله را دیدم که گریبان هم را گرفته فریادشان ادهی را جمع کرده است جلو رفتم دیدم حاجی مازندرانی است و یقه حمله را چسبیده داد میزد تو که ارزه نداشتی مرا به اتاق خودش ببری غلط کردی از من چهارصد تومان گرفتی و ادای پولش را میکند معلوم شد از مردم پرسیده اتاق خود خدا کدام است و مردم کعبه را نشانش داده و او هم از حملهدار خواسته که باید به با آنجایش ببرد و حملهدار هم در بسته قفل زده ای آن را نشانش داده عذر خواسته و در اینجا دست به گریبان شده خلاصه همچه فهمیدم که اگر خدا چهار پا نمی آفرید بار همه مردم زمین می دیشب دو هفت تواف برای دو نفر مرده نظر کرده و پس از آن برای همه یکان یکان از زنده و مرده طلب آمرزش و روای حاجت نمودم و چندین رکعت نماز قربت به جا آورده مشغول کارهای خصوصی شدم ولی یکی از تواف کنندگان در موقع تواف از بس وحشیگری کرد و مزاحمت فراهم نمود که کم مانده بود با دست تهارت گیریم دو تا به سرش بزنم که ناچار تواف سوم را به هم زده خود را به کناری کشیده مشغول استغفار شدم با همه حوصله که در این مکان به کار میبرم ولی بعضی اوقات چنان از حرکات بعضی ها عرصه برایم تنگ می شود که کم می ماند پاشنه دان را کشیده و هرچه از آب و آتش عمل می آید نسار روح و روان خدا کنم با این بنده هایی که آفریده است. امروز از ترس شلوغی دیشب چهار بعد از نیم شب مشرف شده به کار پرداختم. و پس از قرائت چند سوره و دعا به دهکاری های نمازم رو با خدا صاف کرده خیالم از جهت نمازهای فوت شده راحت شد و صد و چند سالی هم نماز از خدا طلبکار شده تصفیه حساب گرفتم چون به روایت محکمی یک رکعت نماز در حرم حضرت امیر قیمت هزار رکعت نماز را دارد و هر رکعت در حرم جناب پیغمبر ده هزار رکعت حساب می شود و یک رکعت در مسجد الحرام سباب و حسنه صد هزار رکعت نماز مقبول در نامه اعمال عمل انسان ثبت می کنند. با این حساب دیدم تجارتی از این بهتر و ارزنده تر کم به دست می آید که یک شبانه روز نماز بخوانم و صد و هشتاد سال به حساب خدا بگذارم. از دو حالت خارج نیست. یا واقعیت دارد یا ندارد اگر ندارد هیچ کدامش ندارد و اگر دارد چه ضرری است که انسان به خودش بزند و وقتی که برای هر دقیقه اش تا این حد اجرت و مزد میپردازند به لعب و بازی تلف کرده استفاده نبرد در این زمینه گویا روایتی هم هست که بعضی از پیروان مذهب طبیعت در موقع اعمال حج از حضرت صادق ایراد میگیرد که تا کی مثل اسب خرمنکوب به دور خود میگردی و مانند یابوی خسته شده لکه میروی و مثل مرغی که نک به زمین میزند سر به سجده گذاشته بر میداری حضرت میفرماید این از دو حال خارج نیست یا فکر تو درست است که هرچه هست طبیعت است و ماده است و جز این عالم عالمی نیست و آنچه در عالم امکان است همین است که به چشم میخورد و این کارها و اعمال کلا عبس و بیهوده است یا حرف من که قبول دارم معادی هست و عالمی پس از عالمی و جهانی در پی جهانی است و آدم از اول دنیا به صور مختلف بوده زنده و بعد خواهد بود و باید خود را به مقامات عالیه ترقی برساند و این کارها لازمه زندگی و سعادت دنیا و آخرت اوست اگر شق اول که عقیده توست درست باشد ما یک زحمت مختصری که این خمراز شدن برای نماز باشد و اعمال دیگری به روی زحمت های دیگر انجام داده ایم اما اگر حرف ما درست بود آنگاه میدانی تو که قفلت کرده اوقات شریفت را به بتالت گذرنده ای چه خسران غیر قابل جبرانی برای خود خریده ای؟ لذا من هم روی این حساب در این گونه مشارف هرگز از درک فیض کوتاهی نمی کنم و تا آخرین حد برای خود و نیازمندان و ملتمسین طلب خیر می و قانون جا به جا که نعبد و جا به جا که نستعین حرف با خدا و رسول را در جایی و قر و قرباله و ادا و اصول را در جایی از دست نمیدهم. در چند دقیقه ای که برای استراحت آرمیدم چشمم به اطراف و حالات و سکنات مردم بود در نزدیک خودم اول همون سرنگ بازنشسته همسفر جده به مکه هم را دیدم و دوم هم یکی از هم قافل ای ها را سرهنگ باز یک نفر را گیر آورده می گفت بله سی نفر که می به کویت برای کار بروند امنیه های من همه را گرفته پیش من آوردند و من هم همه را محکوم به زندان و جریمه کردم یعنی بله ما را مبین که در این کفن سفید نشسته ایم ما یک نفر منیم و سرهنگیم یادم میآید وقتی پاسبانی بر سر باز کردن راه آب و حوز خانه با دو سه نفر از همسایی ها دعوایش شد و تا سنبه را پرزور و حق را به جانب آنها دید فورا به خانه پریده کلاه پاسبانیش را با یک تا پیراهن و زیر شلواری به سر گذارده به کوچه برگشت و گفت حالا چه می گویید؟ آخوندها هم همین حال را داشتند تا با قبال عباده و عبا و انبامه نبودن با کسی دعوا می گفتم جناب سرهنگ مخلص را به جا می فکری کرده گفت به نظر ماشتا می گفتم بله از همسفرهای داخل وانت جدن. میخواستم به عرض برسانم که این حرفا جایش در تهران پیش هم قطارهاست که تعریف کنی که چگونه گرفتم چگونه بستم نه اینجا که تن ضعیف و دل خسته میخرند. این مکان مکانی است که یک پشه اش دود از دماغ نمرود برآورد و یک ابابیلش که ریگی از بالا به زیر افکند فرق سوار باد به دماغ دشمنش را چنان سوراخ کرده که از زیر شکم اسبش بیرون آمده اینجا جایی است که پادشاهان جهان سر گدایی به خاکش میسایند و پیغمبران اولول دم کریاسش ایستاده اشک وحشت ریختهاند. ابروی کلوفتش را در هم فشرده قررشی کرد که میفهماند اگر به موقعش به چنگم می میدانستم می با تو چه میکردم. و از جا بلند شده به راه افتاد. نفر بعدی که آن هم قطار بود به رفیقش میگفت که روایت داریم که در اعمال حج پابرهنه بودن سواب عظیم دارد و من با خودم عهد کردم تا وقتی در حال احرامم پابرهنه راه بروم رفیقش تحسینش نموده زمنان پرسید از روزی که آمده ای خرجت تا به حال چقدر شده است جواب داد هنوز پول خورد نکردم یعنی احتیاجی به اینکه پول ایرانی را به ریال سعودی تبدیل کند نداشته است راستم هم میگفته خرجش که با حمله دار بوده خریدش را هم به قول خودش میخواسته روز آخر بکند و برای انفاق هم که دستش وقتی به جیبش رفته که میخواسته دست مالش رو اگر داشته در دماغش را بگیرد. خواستم زبان بی صاحب مانده را جمع کرده چیزی نگویم. دیدم قرار نمیگیرم و مثل استخانی که بیخ گلو را میگیرد دارد خفه هم میکند. ناچار رو به آنها کرده گفتم ببخشید فضولی میکنم. این عمل پا برهنه بودن خیلی کارونیت به است. اما آن کس که این وادی را به این صورت راه می رفته امام حسن بوده که در هر حجش چندین هزار قافله را مهمان و اطعام می کرده و از آن جهت پای برهنه و پیاده راه می رفته تا فرقی میان خود او و آنها که پیاده و پای برهنه بودن قائل نشده باشد نه من و تو که می خواهیم پا برهنه راه برویم که یک جفت کفش سرپایی هم نخریم که پول من خورد نشود. چگونه است که ما این روی روایت را می که باید در هنگام حج قدم ها را کوتاه برداشت که برای هر قدمش هزار هزار ثواب نوشته می شود. اما آن روی روایت را نمی که هر دیناری که در این راه خرج شود و صدقه که داده شود هر شکمی که سیر و برهنه که پوشیده شود هزاران برابر پا برهن راه رفتن اجر دارد. تو برو یک جفت کفش بخر به پای برهنه ای بپوشان با کفشم به داخل حرم برو اگر گناه داشت به گردن من یک وقت در اول اسلام عربا که وضو می گرفتند برای خوش کردن صورت پیراهن عربی خود را که زیر از چیزی به پا نداشتند بالا گرفته خرکی خود را نشان زن و مرد میدادند حضرت دید خیلی افتضاح است فرمود اگر کسی آب وضویش را خشک نکند سوابش زیادتر است هنوز هم که هنوز است مردم آن را نصب العین قرار داده صورت خود را خشک نمی کنند اما آنجایی که همان پیغمبر روزی که انبار خرمای مرد متوفایی را بنا به وصیت به خودش میان یعنی فقرا تقسیم میکرد دانه خرمای پوسیده ای را برداشت قسم خورد که هر آینه این دانه خرمای فاسد را خودش به دست خودش قسمت میکرد سوابش از این انبار خرما که من پیغمبر قسمت میکنم زیادتر بود کسی آن را قبول ندارد دیدم تو اون میروم به خودم گفتم آخر تو سر پیازی یا ته پیاز روباه پشت دریده می میرفت و میگفت من جراحم من جراح خروسی به او رسید و گفت اگر تو جراحی اول پاری خودت را علاج کن تا هم اگر ننه ای بچه خودت را شیر بده و مطلب را درز گرفتم غروب امروز خبر رسید که یک اتوبوس حامل چهل و چند نفر مسافر که از مدینه آزم مکه بوده است در راه چپه شده ادهی کشته و بقیه به سختی زخمی شده اند. این مسافرین کلن از اسفهانی های خودمان بودند. که به طور قاچاق از عراق آمده بودند و زرنگی کرده 1400 تومان کرایه را با 400 تومان سر و تهش را هم آوردهاند. اگر حافظم اشتباه نکند این از داستانهای ملای روم است که در زمان آن پیغمبری که به ابر و باد و طیر و وحوش داشت مردی شتابان و متوحش به حضورش آمد میگوید یا نبی الله به دادم برس که اسرائیل عقب سرم کرده است ایشان میپرسد اسرائیل را کجا دیدی جواب میدهد وسط بازار که تا چشمش به من افتاد چنان خیره خیره به من نگریست که کم مانده بود همانجا غالب توهی کنم استدعا دارم دستور بدهی مرا به آخر هند ببرند که اگر در این شهر باشم آنطوری که من اسرائیل را دیدم از دست او جان به در نخواهم برد حضرت به دیو سری و سری امر میکند که او را برداشته آنجا که خودش میگوید به زمینش بگذارد و در ظرف چند دقیقه این کار به انجام می رسد. طولی نمی کشد که ازرائیل برای احوالپرسی پرسی به حضور آن پیغمبر می آید. حضرت از او سوال می کند برادر تو چرا آن بنده خدا را با آن طور خیره نگاه کردی که چیزی نمانده بود زهره بتر کند؟ ازرائیل می گوید بدان جهت که لازم بود چند دقیقه دیگر جان او را در هندوستان بگیرم و آن وقت او را در اینجا می دیدم. و آن خیره به او از تعجب بود که از اینجا تا آنجا دو سال راه بود اما وقتی سر دقیقه به محل مأموریت رفتم دیدم بر سر قرار جای خودش مستقر است و جانش را گرفتم با خود گفتم این مسافرین هموطن هم باید به طور قاچاق بیایند که راننده از ترس مأمورین کنترل راه دست پاچه شده اتومبیل واژگون گردد که اسرائیل را متعجب نکنند. براستی که این فلسفه زندگی و مرگ هم تراژدی نامربوطی است. یارو یک متر و شهست افتاد نه بگیریم دو متر قد دارد اما آرزوهایی دارد از کوه بلندتر و خیالاتی از صحرا تر و هرسی از دریاها وسیعتر آنچنان زندگی را پیریزی می کند که گویی بعد از عصر خورشید هنوز نمیخواهد غروب کند و آنچنان هرس میزند و جان بر سر درم میگذارد که پنداری خیال کرده سهام سلطنت خدا را بخرد آنگاه همین آدم که خودش را چنان محکم کرده که از دژ ماژینو به نظر قایمتر نموده است ناگاهان میبینی بدون هیچ مقدمی آخی برآورد و دستش را به روی قلبش گذارد و افتاد یا نوکپایی به پهلویش خورد و مثل قرابه عرق کاسنی شکست و پخش زمین شد و یه مانند بادکنکی که زیر پا بماند ترکید و فسش در رفت بدان صورت که گویی اصلا چنین چیزی وجود نداشته است حالا چگونه است که این مطلب را ما هنوز باور نمی کنیم یا نمی دانیم یا تجاهل می ورزیم که هیچی را این همه دلبسته و پایبند شده ایم یا علل و جهات دیگری دارد که خود را مجبور میبینیم که این همه نقش را بر هوا بکشیم و این همه خشت را به آب بزنیم یا قدرت مرموز دیگری است که ما را به این همه کشش و کوشش و زد و بست و حرس و ولع وامی دارد نمیدانم پنجشنبه ششم زیحجه حس میکنم حوصل ام از این سفر و مخصوصا از مکه سر آمده و یاد وطن کردم زیرا تا اینجا که جایی بهتر و مملکتی آبادتر از مملکت خودم ندیدم و در این شهر هم که باید از ترس بوغ اتومبیل هایش که بی قویترین قوی ترین اعصاب را با یک روب گردش خیابان در هم می شکند مثل زندانیان ثبت اسناد از گوشه اتاق خارج نشوم و برای من که برای دیدن ندیده ها دقیقه ای قرار و آرام ندارم این بزرگترین شکنجه است. همش که نمی شود نماز خواند و دعا کرد هر چیزی اندازه ای دارد یک دختر چهارده ساله را هم آدم بخواهد ببوسد و بلیسد یک ساعت تمام می شود بدتر از همه اینکه اقامت در مکه هم اجباری است و از امشب به طور اکید درهای خروج از مکه به روی همه بسته می شود و هیچ کس حق بیرون رفتن را ندارد و اگر کسی پیدا شود مثل من که بگوید بابا جان ما خدا را دیدیم اجازه بدهید برویم کس و کارش را ببینیم و مثلا در ریاض پسر خاله اش را زیارت کنیم آن وقت است که قاضی القضاد حکم قتلش را صادر می کند و مثل ابوطالب یزیدی سرش به نیزه آل سعودی می رود. زیرنویس زواری بود از ایران که مدتی پیش در مسجد الحرام در اثر گرماحالش به هم خورد و در دامن احرامیش استفراغ کرد و تهمت مصنی به او زدند و سرش را بریدند. دنبالی مد امروز یک نفر که از تهران آمده بود پرسان پرسان مرا پیدا کرد گفت از تهران پیغام دادهاند که چرا کاغذ و خبری نمیفرستی و دلواپسند و درخواست کرد هرچه زودتر با تلگرافی از حال خود مستحضرشان نمایم. گفتم مگر نامه از من نرسیده در حالی که تا آن روز سی و دو روز از فرستادن کاغذ اول من میگذشت جواب داد تا آمدن من که نرسیده بود و گویا این از آن جهت است که نامه ها معمولا اول به یک مملکت خارجی میرسد تا بعد به هر جا که باید برود گفتم ما که چیزی ننوشته بودیم که لازم باشد این همه مدت در اطرافش مطالعه به عمل آید مطلبش این بود جعفر سلامت فتقش در آمد خرجیش کم آمد پس باز صد رحمت به پست خرکشی قدیم اصر امروز چون شب جمعه بود به فاتحه اهل قبور قبرستان ابوطالب رفتم در این قبرستان حضرت ابوطالب و عبدالمطلب و عبدالمناف و خدیجه ایال رسول اکرم و چند تن دیگر از منصوبین حضرت ختمی مرتبت مدفونند. به سر قبر ابوطالب که رسیدم گفتم خوشا به حالت با آن علی پسری که به یادگار گذاشتی که پدر خوب شدن هم سعادت می خواهد. قبر حضرت خدیجه برخلاف سایر قبور با گرفته و با حد و حدود بود و مثل فکر و شعور خودش مزاری رشید داشت. بر سر مزار او مدتی به تفکر پرداخته گفتم آدمی اگر خاطر خواهم می شود و به خاطر معشوق خود را از همه چیز ساقط می کند خوب از این طور خاطر شود که فقر و فنای عاقبت به خیر در راه چنین معشوقی از هستی و بقای بد عاقبت و مجازی خوشتر بهترین دعایی که من برای قنوت نماز پسندیده ام الله اجعل عواقب امورنا خیرن است تا به حال میلیون ها نفر از مردم دنیا عاشق و سوخته و دل داده و گداخته محبوب بوده و آبروها و جاها و حتی سلطنتها بر سر آن عشق نهاده و چه جانهایی که به پای معشوق ریختند آیا هیچ یک را به این عاشق صادق برابر میتوان کرد و اهمیت عشق و او را درک کرده است؟ معلوم می شود عاشق شدن هم سلیقه می خواهد. این زن خاطرخواه کسی مثل آن وقت پیغمبر یتیم و بیچیز و بی شد کیفش را کرد لذتش را برد و با بهترین و شریفترین قلق جهان هم بستر گردید و در ممات نیز بهترین آبرو را به دست آورد این خانم هم عاشق شد و پول داد اول با آن برای خودش دین و عافیت خرید و تحصیل شرف کرد و بعد هم آمرزش و نام ابدی گذارد خوشا به حال چنین صاحب تشخیص و سلیقه ای از قبرستان که برگشتم خبر رسید چند نفر دیگر که از زخمی های اتوبوس قاچاق بوده اند مرده اند اندکی که درباره آنها فکر کردم دیدم این اتفاق از دو حالت خارج نبوده یا اینکه خدا دیده از بس مردم با دیانت و تقوایی هستند هی فش آمده به روی زمین باشن به زیر زمینشان فرستاده است یا آنکه نخواسته صحن مجلس و خانهش به لوس قدوم چنین احمقهایی ملوث کردد و مرخصیشان را در همان راه بوق چند فرسخی مکه است به دستشان داده از میقات مراجعتشان داده است رازنی مرد و برادرش او را به قبرکنی سپرده گفت که قبری جادار برای او بکند قبرکن هم زمینی اختیار کرده شروع به حفر قبر نمود هرچه کند باز مرتگه گفت کم است و بزرگترش کن که در موقع سوال و جواب با انکر و منکر جای نشستن و برخواستنش راحت باشد قبرکن که خسته شده بود نگاه نوک کلنگش در سوراخی مانده و چون آن را کشید بوی عفونتی به مشامش رسید سوراخ را وسیع کرده دید چاه مستراح است رو به صاحب مرده کرده وسعت محل را نشانش داده مرده پسند قرار گرفت و مرده را تحویل گرفت و تا سر مردک مشغول شد به ته چاه روانش نمود صاحب مرده چشم به درون قبر کنده و از برادر اثری ندید به قبر کن گفت پس کو برادرم قبر کن گفت خوشا به حالش که عملش صالح بود و از همون بالای قبر یک سر روانه بهشت شد پیشنمازی به یک نفر از متابعینش که زبان لغوی داشت همواره نصیحت میکرد که دهان خود را از فخش و ناسزا به مردم ضبط کند و آن مقلد به خرجش نمی رفت. تا روزی که امام و معموم هر دو مشغول نماز بودن. امام دید که پسری در طرفی از مسجد کبوتری را در چنگال گرفته با دندان یکی یکی پرهایش را می کند و حیوان هم به میان انگشتان فشردی او تقلا می کند. هرچه خواست دندان به جگر گذارد و تحمل کند نشد. تا بالاخره نمازش را شکسته گفت ای ولد و زنا چرا حیوان را اینطور زجر می دهی؟ که در همین بین آن مرید به جلو دویده گفت آقا شما که همیشه شما را از بد گفتن من می کردی؟ پس این چه بود که از زبان خودتان جاری شد؟ امام گفت بله و اما گاهی لازم می شود که انسان چهار رکعتیش را شکسته و برای رضای خدا چند فوش به کسی ایثار کند حال خودمانیم این مردمی که برای چهار شاهی ارزانی خود را به کشتن دادند و بریقه رحمت شدند فوشت میخواستند اگر یک نفر برای رضای خدا در همان عراق که میفهمید اینها میخواهند چنین غلط کاری کنند نمازش را میشکست و چهار تا فوش نسار روح روانشان میکرد و از آن کار من اشان مینمود سواب نکرده بود جمعه هفتم زیحجه امروز کاری نداشتم گفتم چند دقیقه پیش آن رفیق حمله بنشینم در تهران گفته بود با کاروان شریک است ولی اینجا معلوم شد که خیر از آن اولاق است که در عروسی برای هیزم کشی دعوتش کرده و جز قهوه چی قافل چیزی بیش نیست این شخص در نظام هم نتوانست مقامی احراز کند و همیشه به جز کارهای پست امری به او محول نمیشد. در این سی سال هم جز سلام و علیکی با هم نداشتیم. پرسیدم پس این کار که برای تو سودی ندارد که شغل دائمی خودت را رها کرده همه سال به اینجا میایی. جواب داد مختصر سهمی از آیدات انعام نصیبم می شود و یکی دو نیابت حج هم میگیرم کفایت می کند. دیدم اینکه در تهران چنان اظهار تقدس می کرد و هیچ حرفش خارج از نماز و عبادت و صلوات و استقبار نبود اینجا نماز یومی اش را هم نمیخواند و چرک از سر و رویش میبارد و در شانزده در روزی که در مدینه بوده به قول خودش بیش از یک بار به حرم نرفته یعنی وقت نداشته است و در اینجا هم هنوز موفق به زیارت بیت الله نشده است گفتم امسال هم نیابتی گرفته ای گفت نیابت یک ماست بند کرساز بیشتر نصیبم نشد. وقتی کسی یک خمره شیر داشت و روزی به سر خمره رفته دید موشی در آن افتاده باد کرده است و چون نتوانست خودش بخورد گفت بهتر است که آن را به کسی داده برای پدرم نماز قضا بخرم خمره را با یک سال نماز قضا معامله کرد سال که تمام شد پیش طلبه رفته گفت آمده هم حلال بودی از شما طلب کنم که در خمره شیر موش افتاده بود طلبه گفت پس بگو هر وقت برای نماز پدرت می از من بادی صادر می شد با خود گفتم لابد صاحب آن حجی هم که این شخص به نیابتش آمده پولش مانند آن خمره شیر موش به درونش افتاده بود هادی در زمینی که با هم حرف می زدیم صندوق های میوه را آورده جلو او و مشغول باز کردن آنها و چیدن در بشخوابها و آماده کردن برای نهار شد. من کم کم متوجه میوه ها و سلامتی و زیبایی بستبندی و طرز مرتب اتیکت گذاری و صندوق بندی آنها شده و اینکه تا ته صندوق که خالی شد مختصر تفاوتی با سر صندوق نداشت. و تعداد صحیح داخل صندوق ها که با نوشته رویش مطابقت داشته شد با باغداران و کشاورزان خودمان و صورت میوه عمل آوردن و صندوق زدن و تقلباتی که در آنها می که سر صندوق را میوه مرغوب می و هرچه به ته می رسد خراب و غیر قابل مصرفتر می شود و سر صندوق پرتغال را با پوشال بالا می آورند که جوف آن را زیاد جلوه دهند مقایسه کردم دیدم ما و آنها که این میوه از مملکتشان میآید سوریه و لبنان درست مثل سیبی هستیم که از وسط بدونیم کرده باشند اما ما دسته گندیده اش افتاده ایم نشد یک صندوق موز باز شود که یک لهیده داشته باشد و یک پرتقال ببینم که اندازه اش از سایرین کوچکتر باشد گفتم چگونه است که میوه این دو مملکت خاورمیانه را پر میکنند و با همه مرغوبی تا آن حد هم ارزان است که در مکه یک پرتقال ارزونتر از دو ریال به دست مصرف کننده میرسد و ما باید در آن مملکت که عالی ترین استعداد فلاحت و کشاورزی را دارد پرتغال یکی پانزده ریال و سیب عددی پنج ریال بخوریم دیدم واضح است باغدار ما از وقتی که صندوق را در پای باغ میوه میگذارد در نقشه دزدیدن و گندم نمایی و جو فروشی است تا میوه فروش و بقالی که بخواهد آن را در دسترس مردم بگذارد خدایا تو شب رو به آتش مسوز که ره میزند سیستانی به روز اما اینها همان را که نشان میدهند میفروشند و همین جهت از اینها برکت میکند و از ما بیبرکت میشود و همان قوهی که دل کسی را بر کسی مهربان میکند و خاطر کسی را از کسی میرنجاند به این باغ فراوانی و خیر میدهد و از باغ و درخت و باغدار ما برمیدارد یکی رخت خوابش را از زنش سوا کرده او را از بغلخوابی محروم کرده بود مواد ضعیف و لاغر شود در عوض هر شب شیطانی میشد و صبح میدید که شلوار خود را شربت بهلیمویی کرده است. از واردی دلیلش را پرسید. جوابش داد هر سه تو از ضعیفه کم میگذاری، شیطان از تو می کشد. امشب جمعیت مکه تقریبا به قایت بود و مطابق احساییهی که تا حال در روزنامه ها دیده می شود یک میلیون و هفتصد هزار نفر وارد مکه شدند و چون دیدن این جمعیت که اکثر آنها برای نماز مغرب در مسجد که ساختمان جدیدش بزرگترین بنای اسلامی عصر حاضر است و فقط ستونهایی که در آن به کار رفته خیلی بیش از دو هزار است جمع می شدم تماشایی ترین منظره بود زودتر خود را به بام مسجد رسانیده جایش اشغال کرده به نظاره پرداختم اگر مسارفی که در این راه کرده باشم به هیچ حسابی نیاید دیدن همین منظره نماز مغرب این مکان ارزشش بیش از همه آنها بود. یک میلیون نفر به اتفاق پشت به رکوع خم کرده و سر به سجود می گذاشتند. مانند باغ گلی که در معرض نسیم قرار گرفته باشد و سر از سجود بر می شبیه سنگی که در برکه آب زلالی افکنند که موجی از پس موجی و حلقه از پس حلقه به عقب برمیگشت و با لباس های الوان خود رنگین کمانی بود که عکسش به دریا افتاده باشد. آخر شب که به منزل برگشت، آنها که بعد از من آمدند، یکیشان گفت در موقع تباف چندین بار یک نفر دستش را آورده زیر احرامی با های من بازی می‌کرد. نمی‌دونم قصدش چه بود که تا دستم را به جلو میبردم میکشید دیگری گفت من هم زنی را دیدم که پولش را در کیسه کرده وسط شلوارش آویخته بود بریده و برده بودند تازه طرف حالی شد که آن کس هم که دستش در میان خشتک او کار میکرده قرضش پول بوده نه اینکه در میان آن شلوغی محشر حوض کرده از قد و قواره مال او الگو بردارد معلوم شد آن اقوالی که درباره سیانت اموال مردم و حفاظت آنها به وسیله مأمورین حجازی شایع بوده و اینکه اگر گونی لیره افتاده باشد کسی نگاه چپ به او نمی کند و اگر کسی دستش به مال کسی برسد به زیر ساتور می رود و اگر نوک پایی به چیزی که به زمین افتاده باشد بزند پایش را قطع می و در همه آن مملکت یک دزد برای نمونه و عکس برداری پیدا نمیشود. شود آن طورها هم که می نبوده و از همان یک کلاخ چهل کلاخ های مردم و آواز دهلی است که از دور خوش می باشد بوده است و دور از چشم مأمورین آنجا از اینجا بدتر است و اگر در بازارهای تهران محتویات جیب و بغل آبرین و بسته و چمدان مردم از, دست جیب برها و دزدها مسئولیت ندارد در اینجا محتویات داخل شلوار هم در امان نمی باشد شنبه هشت زلحجه اینجا شهر عجیبی است امروز از سحر مردم مثل آنکه خبر نزول بلایی را شنیده باشند دسته دسته و گروه گروه پیاده و سواره در حالی که مشکهای آب را در وسط چوبی کرده هر دو نفر به شانه میکشند و لوازم و اساسیه خود را به دوش و پشت گردن و کمر و پهلو آویخته اند سواره و پیاده کوچ می کنند و دکاکین و دست ها یکی پس از دیگری با هر هرچه تمام تر بسته و جمع شده و همراه مهاجرین در حرکتند و دگرگونی شگفتی در سراسر شهر حکم فرما گشته است از طفل پنج ساله تا مرد و زن هشتاد نود ساله همه احرام بسته از گردن تا پا در چلوار و حوله سفید پوشیده شده حالت خشوع خاصی گرفته همان مردمی که تا دیشب یک پران را پانزده قران میفروختند و پیاله آبی را یک تومان پول میگرفتند و خشونتشان مو بر اندام میجهاند قیافه معصوم و نظرها و حرکاتشان ملکوتی شده و راه بیابان عرفات رو در پیش گرفتم. توی پرانتز حجی که در ورود به مکه هر کس به جا می آورد حج تمتع که در واقع حجی است مستحبی ولی حجی که از امشب اعمالش شروع می شود حج عمره واجب است و همین حج است که هر مستطیعی را مجبور به جا آوردن و اقدام به عمل آن می کند پرانتز بسته این مهاجرت به صحرای عرفات اجباری است و بر هر کس از بومی و محلی و غریب تکلیف است که تا فردا غروب وقوف در آنجا نماید اتومبیل های حامل کاروان ما با اینکه از قبل از ظهر خود را آماده کرده بود از جهت کسرت نقلیات در حرکت به سختی توانست حوالی ساعت چهار بعد از ظهر داخل کاروان شده و به راه بیفتد و با آنکه راهی که برای عرفات بود یک طرفه تعیین شده بود و اتومبیل ها چهار پنج ردیفه در حرکت بودند آن کمتر از سفر سخراه راه را بیش از چهار ساعت طول کشید تا به چادرها رسیدیم. خیمه هایی که به دستور دولت در این بیابان زده شده به استثنای مردم بومی که هر دست خود قسمتی را اشغال کرده زیر سایه رفته اند در حدود هزار کیلومتر مربع بیابان را اشغال کرده است. تا چشم کار می کند بند چادر به بند چادر است و تا دیده ها قدرت دید دارد جمعیت سفید پوشی است که در داخل و اطراف آنها به جنب و جوش دیده می شوند. اساسی مختصر خود را که هر کدام برای رفع هوایج ضروری مانند فلاسک و پتو آورده به دست گرفته وارد خیمه کاروان شدیم برای ما با پیوستن ده چادر به یکدیگر سالونی درست شده بود که گنجایش بیش از صد نفر را پیدا کرده بود این خیمه بی اندازه زیبا و علاوه بر نوعی و تمیزی آن که گویا سال اول خدمتش بود با پارچه های الوان سبز و زرد و قرمز و سیاه نیز آز تردوزی شده که به محض ورود با آن بیاد فیلم های شرقی افتادم که مشایخ عرب را در زیر آن نشان می دهد و نیز لامپ نورانی برقی که در آن بیابان با موتور سیار به کار انداخته بودند جلال و شکوه خاصی به آن می داد. این زندگی جدید بی اندازه جالب و لذت بخش بود. خاص آنکه به محض رسیدن به اندکی رفع خستگی سینی های چای وارد مجلس شد و یکی دو چای آماده هم بدرقه آن گردید. این چایی که در این بیابان که آبش را حمله دار ما هر سطلی نه ده تومان خریده بود و تا آن ساعت بیش از پنجاه سطل برایش آورده بودند کار دشوار حملهداری را می و اینکه کسانی که در این سفر به صرف جویی از چند تومان خود را به زحمت کشنده تهیه خوردن و نوشیدن و جا و مکان گرفتار می کنند چه مردمان خاطی مشتبهی میباشند مخصوصا وقتی که سینی های چلو قیمه هم در عقب آن وارد چادر گردید امشب در کنار دوستان جدیدی که از مدینه به دست آورده بودم و همانطور که قبلا تذکر دادم چند تن مردم متین محترمی بودم شب خوشی را گذراندم و معنی کل و جدیدن لذت هر جدید لذتی دارد را در آنجا درک کردم دوشنبه ده زلحجه گرچه کسی را در اینجا خواب نبود و همه از ازان سحر بیدار بودند اما لازم بود که تا آفتاب سر نزده است کسی به طرف منا حرکت نکند وقتی ما هم اتاقی ها برای نماز برخواستیم دیدیم چند فلاسک آبی را که به زحمت زیاد برای وضوع صبح ذخیره کرده بودیم آن جوان شیخ مسلک هم را برده تهارت گرفته به مصرف وسواس خود رسانیده و سایرین را بی آب گذارده است اگر بخواهیم بفهمیم که این عده از این بیابان مشعر چقدر شعور پیدا می کنند باید از همین جوان مسئلدان جوعلق که آبی را که سهم همه بود نمی توانست ملاحظه کند بفهمیم حاجی شدن چه آسان آدم شدن چه مشکل از محلی که سوار شدیم تا محل پیاده شدن که چند کیلومتر بیشتر نمیشد اتومبیل چند ساعت در راه بود که اگر پیاده می رفتیم شاید قریب یک ساعت و کمتر بیشتر در راه نبودیم. در نتیجه آقبت هم وسط راه پیاده شدیم و به راه افتادیم. پرچم کاروان از جلو و اهل قافله به نشانی آن از عقب حرکت می تا به جمره عقبه رسیدیم. شورش و بلبایی در اینجا برپا بود نگفتنی و ازدهامی که تا آن روز چشمم ندیده بود چیزی شبیه ته پایی در جایی از سنگ قلبه بالا آورده بودند که میباید به طرف آن سنگ پرتاب میکردیم اما کجا من و امثال من می توانستیم به این کار مبادرت بورزیم اینجا اولین جایی بود که شیطان در دل ابراهیم وسوسه انداخته و اکنون ما باید با تبعیت از ابراهیم با پرانیدن هفت سنگ به طرفش او را از نفس و روح خود دور کنیم. وقتی خود را در میان بیش از نیم میلیون جمعیت محاصره دیدم و ملاحظه کردم که با برخورد آنها مثل سنگ آسیایی به دور خود به گردش در آمده ام به هر زحمت بود خود را به کناری کشیده و گفتم آیا واقعا باید این کار را کرد؟ یا از نتیجهش فایده بود برای آنکه اگر من بخواهم جلو رفته هفت سنگ را در وسط انگشتان شست و سبابه گرفته به طرف شیطان پرتاب کنم هنوز شروع نکرده خودم به زیر دست و پای سربازان شیطان پایمال شده ام و اصولا آیا باید این عمل را همانطور که مسئله گوی کاروان می گفت تا به نعل به نعل انجام داد یا تخفیفی هم دارد و از دورم میتوان این کار را کرد و مثلا یک نقطه دیگر را کمی آن طرفتر محل اقبای شیطان قرار داد که دیدم همان ملای کاروان که همراه ما بود و البته از فرط ازدهام خودش را هم شناخت چه رسد به من داخل جمعیت شرخی به دور خود زد و بدون آنکه ریکی پرتاب کند یا توجهی به قضیه مفضول دارد یا اقل انگشت بیلاخش را به شیطان نشان بدهد مراجعت نمود این زحمتش هم که تا آنجا آمده بود از آن جهت بود که از آن امر ناگزیر بود و میباید با توجه به پرچم با سایرین رفته و به اتفاق آنها مراجعت نماید که چادر را گم نکند آنجا فهمیدم که جهنم با آن داغی هم که خود اینها میگویند نیست و واعظان کان جلوه در محراب و منبر می کنند چون به خلوت می رسند آن کار دیگر میکنند کنند مرگ خوب است برای همسایه دستورشان آن است که کار را به آن حد مشکل بگیرند که مردم کار دین را آنچنان سهل نشمرند که وجود آنها بلا مصرف بماند با همه احوال خدا پدرش را بیامرزد که کارم را آسان کرد و من هم به پیروی از او همان کنار مچاله شده کناره گرفتم و جانم را نجات دادم آخوندی به سر منبر می گفت که هر که ده بدهد خدا صد و هر که صد بدهد خدا هزار برابر آن در آخرت عوضش می دهد. پسرش پای منبر بود شنید و دوان دوان خود را به خانه رسانیده فقرا را جمع کرد و آنچه در خانه بود میان آنها تقسیم نمود آخوند وعزش تمام شده به خانه برگشت اما وقتی رسید که دیگر چیزی در خانه نمانده بود و گداها در حال متفرق شدن بودند پسر را مخاطب قرار داده پرسید اینها که بودند و جلو خانه ما چه میکردند گفت مگه شما خودتان نگفتید که هر که صد در دنیا بدهد خدا هزار در آخرت عوضش میدهد من هم خواستم تجارتی کرده باشم و قسمتی از اموال را میان اینها قسمت نمودم. آخوند دو دستی به سر پسر کوبیده گفت احمق من اینها را برای دیگران گفتم که آنها بدهند ما بگیریم نه آنکه ما به دیگران بدهیم. در برگشتن آفتاب به اندازه سوزان شده بود که مغزها را در کماجدان سر به جوش می آورد. و با آنکه در زیر سایه راه رفتن نیز یکی از ممنوعات است اما هر کس سعی می کرد خود را به سایه برساند و سعی داشت که با وکالت دادن به دیگران کار قربانی را از شانه خود بیافکند اکنون دیگر وضع به حد اعلای وخامت رسیده بود و کسرت جمعیت در شهر منا به اندازه‌ای رسیده و آفتاب نزدیک ظهر آنچنان به حرارت خود افسوده بود که آدمی را به حالت جنون در می آبرد. گفتم خدایا قصه ابراهیم که میگوید او در اینجا دچار اغوای شیطان شد و نزدیک بود از امر تو سرپیچی کند. آیا با این وضعی که فراهم کرده ای می او در دلش وسوسه بس پیدا نشده و من و همسال من هم هر چه دستور آمده اطاعت کنند. شیخی بر سر منبر گفت که روز قیامت زمین مانند مس گداخته شده و آفتاب تا یک نی بالای سر مردم می ایستد لوری از پای منبرش برخواسته پرسید آقا الله آن روز مگر چه روزی است شیخ گفت روز حساب و کتاب لور گفت اگر خدا راست میگفت و میخواست در حساب دقلی نکند باید بنده هایش را در سردابه خنکی جا میداد و شربت و میوه جلوشان میگذاشت و آنگاه دفترش را باز مینمود و حساب میکرد ویلا بله یک همچه جایی که جای حساب و کتاب نیست اولا در موقع پرتاب سنگ رمی حجره علاوه بر آنکه هر گردن کلفتی سعی داشت که خود را به محل رسانیده درست به موضع بزند و اگر ده نفر هم زیر دست و پایش میرفتند حالیش نمیشد تنها ریک نبود که میافکندند بلکه سنگ و آجر و لنگ کفش و پشکل اولاق و اخ و توف و هر چیز دیگری هم به چنگشان میافتاد و به فکرشان می رسید و به هر جا که می رسید پرتاب می و فوش می دادند. که در مراجعت به چند منظره دلخراش از نتایج آن سنگ پرانی ها و ازدهام برخورد کردم که حالتم را دگرگون ساخت اول پیرزنی بومی در اثر فشار جمعیت تلف شده به روی دستش کشیده بودند دیگر پیرمردی به زیر دست و پا مانده چندان سر و صورتش لگت کوب شده بود که نشانه درستی از قیافه آدمی برای او نمانده و به کولش گرفته می و چنان از زور درد فریاد می کشید که شنونده را به رعشه وامی داشت پیرمرد دیگری دیدم که در اثر ضربت سنگ پیشانیش متلاشی شده جنازهش را در برانکایی گذارده حمل می کردن. از این مجروحین و کشتگان زیاد بودند که من زودتر خود را به چادرها رسانیده از دیدن آن مناظر دوری گرفتم. اصر امروز شهر منا بسیار عجیب و اشم است که اگر بخواهم درست صورت آن را نقاشی کنم باید بگویم حالت میدان جنگ عظیمی را داشت که از زیر بمباران و توپ و مسلسل های سنگین کنار رفته باشد. بیش از دو میلیون شتر و گاو و گوسفند و بز و بره قربانی شده که لاشه های آنها به زیر دست و پا افتاده که این اداد علاوه بر قربانی هایی است که در مسلخ و عمل آمده و با تراکتورهای بزرگ حفره هایی کنده مدفون ساختند. اجساد قربانی هایی است که در وسط جاده ریخته که با عبور چرخ های اتومبیل از روی بدن های آنها ترکیده امعا و احشاءشان متلاشی شده به اطراف می پراکند و بوی عفونتی است که تمام فضا را احاطه کرده است و سرهای بی بدن و بدنهای بی سری از فدیه هاست که کنار هر چادری ریخته به زیر دست و پا و پایمال می گردند. هر کجا پا بگذاری گوسفند و بز کشته است و به هر سو بنگری خونی است که ریخته شده و اندرون حیوانی است که با مناظر بسیار زننده به چشم میخورد اگر مورد زندقه و الهات قرار نگیرم باید بگویم مثل آنکه در بعضی دستورات پیشوایان مذهبی شعری گفته در قافیه اش درمانده باشند مثلا در رنگ جمرات میگویند سنگهایش باید یک اندازه باشد بکر و کار نکرده باشد منقوش و خالدار باشد در حالت زدن باید به یک جای مخصوص جمره که سمبل شیطان است زده شود صورت زدنش این باشد که سنگ میان دو انگشت شست و سبابه قرار گیرد اگر به وسیله کمانه کردند یا اصابت به سنگ دیگران به هدف بخورد خطا است که لازم است اول انسان مدتی مشق تیراندازی کرده شاگرد اول شده باشد تا بعد بتواند دست به این کار بزند و روی همین یک اندازه بودن ریکا به قدری ملای کاروان سماجت کرد که شبی در مشعر مردم و من که مشغول ریک جمع کردن بودیم از بس دقت در یک اندازه بودن سنگ ها کردم وقتی ریک ها را به زیر نور شم آوردم دیدم قالب سنگ هایی که جمع کردهام پشکل بز و گوسفند است که یک اندازه بودنش در تاریکی گولم زده است در اینجاست که انسان شک می کند که این دستورات به این صورت از دین نیست و اگر ابراهیم میخواست شیطان را رد کند چطور دقت داشت در اینکه به چشمش نخورد یا به گوشش صدمه نرساند و چه کار داشت که ریک باشد و سنگ نباشد و چگونه بود که عقب سنگ های نقش و میگشت میترسید اگر سنگ بدرنگ به طرف شیطان بیاندازد شیطان کج سلیقگی او را به داستانها بنویسد و در حالی که پیغمبر عالی مقام ما که یک تز صحیح به دست مردم داده میگوید دین من دین تعقل و دانش است و آنچه منطبق با عقل و خرد نباشد از من نیست این اعمال چگونه است و دیگر عمل قربانی است در صورتی که آن بزرگوار تا آن حد به فقرا و مساکین رسیدگی داشت که پیراهن نوش را که علی خریده بود مرجوع کرده میفرماید پیراهن نیمدار و یا کهنه بخر که بقیه پولش بینوایی را به نوایی میرساند و این امر قربانی را بیشتر از این جهت در این مکان تأکید داشته که به فقرا و نیازمندان بومی این سامان برسد چگونه میگوید که هر آینه تعداد قربانی ها تا به این حد برسد که میلیونهایش به زیر دست و پا برود و به مصرفی که خیر جماعتی در آن باشد نرسد یعنی همه در زیر چرخهای اتومبیل ها مانند گوشت ساتوری شده گردند و بقیه در گوشه و کنار باد کرده بترکد یا با کلنگ تراکتور به زیر خاک مدفون شود و به فایده عالیتری و بهتری نرسند هاشا که پیغمبر با آن حزم و نظم چنین دستوری داده باشد ما نمیگوییم این عمل قربانی انجام نشود و یا گوشت آن به خارجی فروخته شود اگر در خود این مسلخ ماشین ها و دستگاه تهیه کنند که پوست و پی و شهم و لحم و ازام و قضروفش را جدا جدا کرده بسته بندی شده گوشت و چربیش در دوره سال برای مصارف بینوایان همان مکه برسد و از فروش بقیه اهداس خیریاتی شود کار خطایی شده و به رکنی از ارکان لطمه وارد گشته است به طور که حساب کردم اگر گاب و گوسفند و شتر و بز و بره را بر روی هم یکی پنجاه ریال که تقریبا صد تومان خودمان می شود حساب کنیم که به طور قد به دو برابر این است و تعداد کشدار آن دو سه روز را به سه میلیون تخمین بزنیم مبلغی تقریبی مدل 300 میلیون تومان به دست می آید و باید پرسید اگر این عمل قربانی به صورتی گفته شده به عمل آید چه ضرر و زیانی ممکن است نصیب دین بشود حال آمدیم مردم هجاز آنچنان غنی بودند که احتیاج به گوشت و پی مانده و کنسرو شده مجانی نداشتند آیا ممکن نیست این درآمد خرج تبلیغات صحیح مذهبی شده بر شیاع این دین چنان که مسیحیان می کنند بی دیگر مسئله سرتراشی است و با وضع فعلی که باید هر کس در اجتماع با ظاهر آرا حرکت کند و فعلا به جز مجانین کسان دیگری سرشان را نمی تراشم. ممکن نیست این خرد استخوان احوت را از لای رساله برداشته یک سره بگویم در تراش سر مخیرم و مردم را راحت نمایم گردش اصر امروز و استنشاق آن بوهای تعفنی که خدا آفتاب فردایش را که بر این اجساد میتابد به خیر کند مرا به حالت جنون واداشت و دیدم کم مانده در برگشتن به وطن من هم ادعای اجتهاد کنم و کاری به دست مردم بدهم که تماشا را نیمه تمام گذارده و باز به چادرها برگشتم تا الان به جز دو سه کله بقیه موهایشان برداشته شده اما صورتها همچنان با پشم و پیل و کسیف خود میکنند یعنی در واقع در امروز امر فوقلاده ای که اتفاق افتادم بود که موی سر و ریش جای خود را با هم عوض کردند و حجاج از احرام بیرون آمده و مردم عادی شدم باز سر شوخی و باردی های زبانی و یدی باز شد و درست مثل از ما بهتران آب توب به سر ریخته ای که در قیاب شوهر دست از آستین در آورده تلافی مافات مدت توبه را می کند در یک ساعت وقاحت را به حد کمال رسانیدند در حالی که هنوز اصل اعمال بجاست و از چند جهت کلی در حال احرامند دو حاجی که یکیشان برای پابرهنه بیابان لنگ کفش کهنه بود و هم گلاویز شده دست به میان پاچه هم می بردند. آن جوانتر در تقلا بود و می گفت دست به من نزن اعصابم ضعیف است و یک وقت دیدی می شوم ها و آن دیگری گفت پس خبر نداری که من شدم و معلوم شد که راست هم می گفته. و با خجالت و گشاد گشاد که جلو شلوار خود را آلوده کرده بود از شادر بیرون پرید سه شنبه یازده زلحجه سه روز و دو شب واجب است که در منا توقف کنیم و با صدای توپ که ظهر و غروب در می کنند بفهمیم که چند سباه و مسا را گذرانده ایم امروز روزی است که باید برای کارکنان کاروان انعام و عیدی جمع کنند بعد از چای صبح خبر کردند که ملای کاروان صحبت می کند همه جمع شدیم و گوش به بیانات ایشان دادیم پس از تهیت و سنای پروردگار گفت رفقا امروز میخواهم سوقاتی به شما بدهم که نه در دنیا از این بزرگتر باشد و نه در آخره و حواستان را جمع کنید شما دلتان نمیخواهد خدا شما را دوست بدارد البته میگویید بله شما نمیخواهید مردم دوستتان بدارند شما نمیخواهید مالتان آنقدر زیاد شود که به جمع کردنش نرسید یا جواب بدید و آنقدر اصرار در دادن پاسخ نمود تا ادهی را مجبور کرد که برخلاف ادب پای منبر نشینی که اگر گاهی هزار چرند از دهن آخوند در کسی حق اعتراض و چون و چرا ندارد ادهی جواب دادن چرا؟ چرا؟ گفت پس حالا گوش کنید روزی عربی به خدمت حضرت خاتم الانبیا رسید و گفت یا رسول الله من دسترسی ندارم هر روز به فیض حضور شما نائلایم دستوری میخواهم که این پنج چیز در آن جمع باشد که خدا دوستم داشته باشد و مردم مرا بخواهند و مالم زیاد شود و عمرم طولانی گردد و با شماها محشور باشم حضرت فرمود اگر میخواهی خدا تو را دوست داشته باشد تقوا پیشه کن و اگر میخواهی مردم تو را دوست داشته باشم تمع از مال مردم ببر و اگر میخواهی مالت زیاد شود انفاق کن و اگر میخواهی عمرت فزونی گیرد سله رحم نما و اگر میخواهی با من و اوسیا محشور باشی سجده هایت را طولانی بساز تا اینجا درست و صحیح و بسیار هم روایت صحیح و پسندیده ای بود اما بر روی انفاقش آنقدر تکیه کرد و گریز زد بر آنکه این بنده های خدا روز هاست که برای شماها خدمت می کنند و چشمشان به دست شما هاست و این هم مزد است و هم منت که هم عیدی و انعام محسوب می شود و هم انفاقی است که حضرت فرمود و چنین و چنان تا همه را در شرم حضور قرار داد و دامنی پول جمع کرد گفتم امان از این آخوندها که خیلی حقه اند و برای هر چیزی در موقع ضرورت می توانند چندین آیه و روایت نازل کنند. روزی سه نفر آخوند با هم خربوزه می و فقیری طرف دیگر آنها را نظاره می نمود. برای آنکه هیچ کدام دلشان نیامد از سهم خود با آن فقیر بدهند یکی گفت روایت است از چیزهایی که بخشش کراهت دارد یکی انار است و دیگری خربزه دومی گفت همچنین روایت است که خربزه را باید قدر خورد که خورنده را جواب کند سومی گفت و نیز روایت است که هر کس سر از روی خربزه بلند کند به وزن همان خربزه به گوشش اضافه می شود وقتی رویه خربزه تمام شد باز نتوانستند از پوستش دل کنده برای فقیر بگذارند. باز ذکر روایت شروع شد یکی گفت دندان زدن پوست خربازه دندان را سفید و اشتها را زیاد می کند دومی گفت پوست خربازه چشم را درشت و رنگ پوست را براغ می کند سومی گفت دندان زدن پوست خربازه تکبر را کم و آدمی را به خدا نزدیک می نماید با انقدر دندان زدم و لیف کشیدند تا پوست خربزه را به نازکی کاغذی رساندند. فقیر که همچنان آنان را می نگریست. وقتی به طور قطع ناامید شد صدا بلند کرد و گفت من رفتم که اگر دقیقه ای در اینجا بمانم و به شماها بنگرم می ترسم با روایات شما پوست خربزه مقامش به جایی برسد که لازم باشد مردمان را به جای ورق قرآن در بغل بگذارند و تخمش را تسبیح کرده با آن ذکر یا قدوس بگویم ساعتی از جمع آوری پول نگذشته بود که خبر آوردند در رمی جمره دو هزار تومان پول زنی را که در کیسه و کیسه در داخل سینه پیراهنش دوخته بوده بریده ببردند بو اجتماع ما هر یک به فراخور حال خود چیزی داده دو هزار تومان پول آن زن که از قرار خانم محترمه ای بود که وقتی پول را پیشش می بردم قبول نمی کند تا آخر می گویم پول خودت بوده که از جیب بر پس گرفتم و به او می سپارند فراهم شد به هنوز از مطالب درباره سرقت های ناجوان مردانه سارقین فراغت نیافته بودیم که یکی پس از دیگری پیدا نشدن که هر کدام مطلبی به همان صورت عنوان کرده تقاضای کمک داشتم اما برای بار دوم که به من مراجعه شد چون قیافه دزد زده را مشکوک دیدم از پرداخت وجع خودداری کرده گفتم وقتی مردی پیش کریم خانه زند رفته گفت دختری به صد تومان مهر عقد کرده به خانه بردم دیشب که با او زفاف کردم دیدم دختر نبود و آمده هم بپرسم با او چه کنم کریم خان صد تومان به او داده میگوید این مهر زند برو با او زندگی کن مرد این مطلب را برای دوستی تعریف کرده او نیز به سراغ کریم خان رفته عین همان مطلب را عنوان می کند کریم خان صد تومان هم به او داده میگوید این مهر زند برو با او زندگی کن نفر سوم که به او مراجعه می کند میگوید آری دوست عزیز راست میگویی امسال سالش چنین است که هر کس دختر بگیرد بیوه در میآید و تا یک نوروز به رویش نگردد چاره ای ندارد رفقا برای بار دوم به رمی جمرات میرفتم و من هم با ایشان رفته یکی از آنان را وکیل کردم که برای من هم پرتاب کند و برای آنکه خیلی اظهار محبت به من داشتم از نظر احتیاط مرا در میان گرفته و تا رفتن و برگشتن مواظبت هم نمودند. در بین راه به اندازه لنگه دوم دنبای ابری و دو بند افتاده بود که جای خالی در روی زمین و خیابانها نمانده بود و جدا اگر کسی آنها را جمع کرده جفت می نمود سرمایه کاملی برای یک نفر می شد. نخیال کنیم حجاج محترم آنقدر علو و طب پیدا کرده که وقتی از پایشان در آمده آرشان آمده خم شدن را بردارند یا فکر تاعت شدن مشغولشان داشته که نخواستند برای پا بلنگ کفش کردنی خود را از ذکر و وقت خدا منفک نمایند خیلی چنین نیست بلکه از آن جهت بود که تا میخواستن ثانیه ای متوقف شده پا به کفش خود کنند مثل علفی که زیر خرمنکوب برود در هم کوبیده شدند و یک خم شدن به زمین همان و در آن ازدهام و قوقای عام شهید راه لنگ کف شدن همان بود که چه بسا امروز نیست دست و پا شکسته ها و پیشانی و سردریده هایی که در رمی جمرات مستوم و مجروح و مقتول شده به دوش و پشت مردم و در بغچه و چادر شب پیچیده بود می دیدم که حمل می کردم. روی این حساب است که مرد و زنی که برای رمی چمرات می روند اگر جان و سلامت خود را می باید هرچه به سر و تهشان می تحمل کنند و دم بر نیاورند. زنی از دسته ما که با شوهرش آمده بود و سابقا نیز ذکرش گذشت در کنار خیابان با صورتی مثل آینه‌ای که در برابر خورشید گرفته باشند ایستاده شیشه پپسی را تا نزدیک دهان برده مثل کسی که به سلامتی اشاق سینه چاک جام شراب را سر می کشد بلند کرده نیمکور بر می و چشمال چون پیاله اش را دائم به اطراف گردش می داد و لبخند می زد. به طوری لوندی داشت که دو نفر از همقطارهای ما که او را با آن حالت دیدم به خودشان ناسزا گفتم که اگر در رنگ جمرات حسابش را نرسند زن دیگری از اعراب که از ممالک متمدنتری آمده بود و توالت قلیزی نیز داشت دیدم که چون دشمنان الخناس دسترسی به او پیدا نکرده سنگ بارانش کنند به جای شیطان چنان دقدلی از او درآورده تیر بارانش کرده بودند که آثار آن از آلودگی پشت چادر سیاهش به خوبی نمایان بود که بی توجه با آن به طرف منزل برمیگشت. زنی دیگر را از دسته ما چنان فشرده بودند که استخان سینهش با آن همه گوشت و برجستگی های عبر مانندش صدمه دیده و به زحمت به چادرهایش رسانیدند. این زن نیز آن بود که حرفش از چادر زنها به خارج درز کرده و معلوم شده بود که در موقع تواف و حج و عمره هم آنقدر نیشگونش گرفته به او انگشت رسانیده بودند که جای سالم در سفلای بدنش باقی نمانده بود و شوهر معدن غیرتش هم همون بود که خبر آورده بود زن یک مددار را در موقع بوسیدن حجر الاسود استخانهای سینهش چنان در هم شکسته که به مریضخانهاش کشیده گچش گرفتن و برایش هشت ماه استراحت اعلام کردهاند آن وقت باز زن خودش را با آنکه توانسته از جانب او نیابتا سنگ پراندن کند و هیچ اشکال شرعی نیز نداشته میان آن همه جمعیت رها کرد تا به آن روزش درآورند آنچه ظاهر امر بود صدمه استخوان سینه بود ولی آنچه نگفتنی برام گذشته بود هنوز معلوم نبود اگر در اینجا از این گونه اعمال بروز می کند مهم نیست زیرا مقامات شیطان است و چون کینه و بغض بی از ابلیس در دل حجاجی است که دست به چنین کارها میزنند که کوری چشم او را فراهم کنند و دقدلی خود را خالی نموده باشند که البته همه تصدیق می کنند اشکالی ندارد ولی مطمئنم در تواف بیت الله که مردم با زن زیبا چنان می کنند نظر سوئی در میان نیست و اگر کسی پستان کسی را می فشرد، یا برجستگی های پشت خانمی را چنگ می گیرد و یا انگشت به سوراخ خربوزه سر و شکل دارهایشان می کند، مثل سیب و بهی که مؤمنی به دست گرفته بو می کند. و شکرانه به جا می آورد می از تمتع میوه های این باغ که خداوند در ذکرشان گفته فتبارک الله احسن الخالقین وضع خدا را درک کرده از خالق آن تشکر نمایند چهارشنبه دوازدهم ذلحجه کشتار روز دهم ده که دو روز است آفتاب میخورد از دیروز نزدیک ظهر بوی عفونتش بالا گرفت تا از نیمه دیشب که نسیم شبانگاهی وزیدن گرفت چنان این عفونت زیاد و مسموم کننده شد که یک نفسش برای یک مریض ریوی و مسلول کفایت بود که او را به دیار عدم بفرستد آنچنان سینه ها را به التهاب و نفس ها را به خفقان درآورده که تا صبح کارم شنیدن صدای صرفه های پی در پی و آه و آه و که و که اطرافیان بود و بس و چون راه چاره برای این کار از شش جهت بسته بود فقط می توانستیم دست مالی را چند لا کرده به جلو بینی و دهان بفشاریم و راه ورود هوای خارج را به ریته مسدود نماییم سختترین شبی که در عمرم گذشتی شب بود که خدا دشمن خونی کسی را با آن مبتلا نکند و آنچنان عذابی بود که نه دیده و نه در هیچ کتاب و قصه و افسانه خوانده بودم چون مجبوریم تا بعد از ظهر امروز در اینجا بمانیم و دیگر چیزی نمانده که از این بوی عفونت قالب تویی کنم به خدا گفتم بار پروردگارا هرچه بود و نبود و خوب و بد و زشت و زیبا یک بار مجبور بودم به پابوست بیایم آمدم اما خواهش میکنم اگر این بار حوض کردی ملاقاتم کنی مرا دیگر به اینجا نطلبی و خودت بیایی تهران و باور کن که خیلی به هر دوی ما خوشتر خواهد گذشت با کمال سراحت باید بگویم که این منظره و وضع خراب و بیبند و بار مردم در امر کشتار کردن در راه و بیرا و رها کردن لاشه به همان صورت فجی به زیر دست و پا و چرخهای اتومبیل و بیتوجهی دولت در امر این مهم و سلامت مردم یکی از ننگین ترین داغی است که به پیشانی عالم اسلام است و بی آبروترین چشمندازی است که در برابر جهان متمدن خودنمایی می کند. هر کمپانیهای کمپانی های فیلم برداری مجاز شوند که از این صحنه فیلم بردارند و در معرض تماشا بگذارند خود ما برگ محکومیت توحش خود را پای آن سهه می گذاریم. برای آنکه شمشیر تکویر مخالفین را قلاف کنم با صدای بلند میگویم من مسلمانم اشهد و الله اله الا الله و محمدن رسول الله و به این تلقینات نیز معتقدم که الله و ربی و محمد و نبی و علیون و یازده فرزندش امامی و مرگ و هشت و نشت و سرات و حساب و حقی ولی با این توصیف باز میگویم که این عمل کشتار قربانی که چندین صد هزار رأس گاو و گوسفند و شتر را در مساحتی معادل بیش از هزار کیلومتر بر روی هم در برابر آفتاب سوزان بدون مصرف رها کردم که بوی مردارشان تا اعماق جگر نفوذ کند و کله را بتر کند و هر مسلمانی را از مسلمانی و دین و آدابش بیزار نماید کار خلاف قاعده و خلاف عقلی است و باید برای این آر در صدد چاره برآمد اینک کار ما در منا تمام شده و روز دهم ده و دوازدهم هم, هم که برای پاک کردن زمین وجود از شرک و هوا و حرس باید به میدان ستیز برویم رفته بازگشته ایم و با خاطری راحت و دلی فارغ به مکه مراجعت می کنیم که با تواف و نماز نسا و سعی مجدد با خدا تجدید عهد نموده که با اثرات مستقیم بیرون ننهیم و وجود خود را از لوس هر آلودگی در اینجا پاک نموده وداع کرده مانند طفلی معصوم و ملکی بیگناه به وطن مراجعت نماییم اینجاست که به خود میگویم آقا جعفر غلط بچه مکتبی رو باید در مکتب خانه گره حال خودت که از هزار روزه فلسفه حج یک منبرش را نخواندی حال در مراجعت همانی که باید باشی و در برگشتن مؤمن نمونه و شاخص جالب خواهی بود که اسم حاجیت سبب افتخار خود و دینت باشد یا هنوز برنگشته به سر کسب و کارت نرفته اغرب جراره خواهی شد که از زحمت نیشه تو باید به مار قاشیه پناه برد و داغ باطلی که از این نام به پیشانیت خورده است سیاهتر خواهی ساخت زیاد که این افکار کلافه هم کرد گفتم اگر من چنان نباشم که باید باشم ان الله حاجی هایی هستند به طور تحقیق هم می باشند که در مراجعت واقعا طلای 24 ایار پرداخت شده گشته و آنچنان اثرات تعلیماتی خود را ظاهر می سازند که با الماس برابرشان نمی توان کرد و آنقدر خاطرت نباید بدبین باشد و به همه به نظر تیره نگاه کنی و همچنین این حکایت به خاطرم آمد که در زمان پیغمبر مرد شیشه شرابی خریده میگذشت که با حضرت و اصحابش برخورد نمود یکی از آن بادنجان دور قابچین ها که آن مرد را می و از محتوی شیشه با خبر بود برای مفتزه کردن او پرسید در شیشه چه داری؟ مرد که در بیچارگی حالت کسی را پیدا کرده بود که حکم کارت به گلویش رفته باشد در دل عهد کرد که اگر از آن محلک جان به سلامت به در برد دیگر شراب نخورد و به مرد نمام گفت سرکه است. همچه که مرد برای امتحان دستش را دراز کرده و شیشه در مشتش سرازیر شد چنان بوی سرکه تندی برخواست که فضا را احاطه نمود حضرت که مطلب را گرفته دانست که بران مرد چه گذشت تا شرابش سرکه شد رو به کرده فرمود آفرین که نشانت به خوب جای هدف خورد برو اما مواظب باش سرکه ات بر و گفتم شاید همه این مردم که به اینجا میآیند آیند نیشتر به جای حساس جراحتشان خورده فساد شرک و هوا و نادانی و هرس از زخم باطنشان کشیده شده شرابشان سرکه آمده باشد و تو چه حق داری درباره همه زن بد ببری که یک مرتبه صدای بوغ بلندگو برخواست که دست و پاها را جمع کرده حاضر به حرکت باشید و در تعقیبش اضافه کرد یک مهر نماز و یک چاقو پیدا شده صاحبش مراجعه کند یک مرتبه و دو مرتبه این صدا بلند شد ولی کسی جواب نداد صد لعنت به خودم کردم و گفتم تو اصلا آدم لیچارگوی کچخیالی هستی دیدی همه این مردمی که در کاربان ما به حج آمدن متدین و حرام و حلال دان واقعی شده هم و به جز آن دست مردمی هستم که تو تهمت میزنی و چاقو و مهر نماز را هیچ کس نگرفت نیم ساعت نگذشته بود که در جلو ما قال و مقالی بلند شد و دیدم سر یک پتو به دست دو حاجی افتاده و به خاطر آن منازعه می کنند. این بکش و آن بکش و مشاجره بالا گرفت تا عده خود را داخل کرده و سبب پرسیدن. یکی از آنها گفت پتو مال من است و این حاجی صاحب شده است. دیگری گفت اما من که به منا آمدم یک پتو داشتم حالا نیست. برود پتوی مرا پیدا کند به دستم بدهد پتویش را بگیرد. اینکه چنین استدلالی داشت مردی بود که از روز نخست تا به امروز خودش می گفت از احرام کامل خارج نشده و به غیر از تقصیر واجب امری را بر خود حلال نکرده است و حولهای احرامیش هم که از روز نخست تا به حال به دوش شب و به کمرش بود به رنگ قاب دستمال در اومده و هرگز او را بی کتاب دعا ندیده بودیم و ریشش هم از یک قبضه فزونتر و دفعه سومش هم بود که به مکه آمده بود او بگو و طرف دعوا بگو این مشاجره که گاهی به کلمات رکی که زننده نیز می رسید بیش از یک ساعت طول کشید ولی بالاخره کسی نتوانست این حاجی را قانع کند که اگر او پتویی گم کرده حق ندارد مال دیگری را تصاحب کند و آقابت قانع نشد و از پسش بر نیامدند تا پتو را از او پس بگیرند و به صاحبش برگردانند که ناچار شدند این تعدی را بر صاحب پتو بقبولانند و با صرف نظر کردن او از حق مسلم خود این امر را فیصله ببخشند البته منطقی از این بالاتر و فقهی تر نبود که یکی پتویی داشته گم کرده باشد و پتوی دیگری را بردارد که او برود مال خودش را پیدا کند و پتوی خود را پس بگیرد اما باید بپرسم که این همان حاجی است که از مدرسه خدا فارغ و تحصیل شده به وطن باز می گردد. و آیا این همان آزاده است که می خواهد در مقابل طبیعیون و مادیون و لامذهبهایی هایی که به کوری چشم آنها اسم خود را عوض نموده خیش را تا به اینجا کشیده است و با سر تراشیده بندگی خدا به وطن معاودت می نماید. دیگر بوی ها تحمل پذیر نبود و چیزی نمانده بود که از پا در بیاییم و اتومبیل هایی هم که قرار بود ما را ببرد در پشت دیگران مانده و به این زودی امکان رسیدنش نمی رفت. تصمیم گرفتم اگر پیاده هم شده خودم را از این شهر مرداری که بوی خون و لاشه هایش کدوی کله و صندوق سینه را میترکان نجات بدهم. جلو اتوبوسی که شماری ایرانی داشت و از قرار مسافرینش مثل من قبل از رسیدن او فرار کرده بودند، گرفته بالا پریدم. سه نفر دیگر از کاروان خودمان را در آن دیدم که جلوتر از من سوار شده بودند. ولی تا چشمشان به من خورد، یکیشان گفت این اتوبوس مسافر نمیبرد و از یکی از خیشان من است و سعی داشت پیاده ام کند. و آن دو نفر هم حرفش را تصدیق می نمودن. گفتم نه اینکه این اتوبوس این مال رئیس جمهور جهنم است من پیاده نمی شبم. و به قیمت خودش هم اگر پول خداست می دهم و در این میان هم کپایی دیگرم را هم که رسیدن کمک کرده بالا کشیدم و به راه افتادیم در حالی که خود راننده و شاگردش اصلا حرفی نمی ستم. بعد معلوم شد خیر حاجی قاها با صاحب ماشین قرابتشان این بوده که دو سه قدم جلوتر از من سوار شده و گفتند مسافر میبری و او هم گفته بله و نفری دو ریال تی حالا از خوب تینت و شعامت حاجیگری برای آنکه جای خودشان راحتتر باشد راضیاند که دیگران جلو چشمشان زمین خورده جان بسپارند و آنها به زحمت تنگی جا دچار نشوند وجب به وجب جلو رفتیم تا از منا بیرون آمدیم اما تا بیش از چند کیلومتر دیگر می دیدم که هنوز لاشه های قربانی ها در کنار جاده ها و سینه کوه ها و تپه ها مثل صحرایی که دوابش علف سمی سم خورده به زمین ریختن به سنگ ها و شکم هایشان متورم شده بود تا آن وقت خیال میکردم این همه اصراری که دولت سعودی در ورقه صحت مزاج و ضد وبا دارد از جهت آن است که وبا و مرض به خاک خودش سرایت نکند ولی در اینجا دیدم مطلب جز این است از این کار قرزشان بوده که حجاج ضد ضربه و ضد مغناطیس شده به خاکش که قدم میگذارم بتوانند از زحمت مملکت خود او جان سالم به در ببرند پنج شنبه سیزده همه زلحجه دیشب در اثر سر و تن خورده تب سختی کردم اما با صرف قرص های ساک کذایی کار را به آنجا رسانیدم که امروز تبم بریده بود و چندان عیبی نداشتم خود گفتم به حرم رفته بقیه اعمالم را به جا آورم شاید عمرم بیش از این کفاف نداد و به راه افتادم در بین راه شنیدم که چند نفر در اثر ازدهام تواف به زیر دست و پا رفته مرده اند. ولی برای من که کارها را زیاد سخت نمیگیرم چندان اشکالی پیش نیامد و تا کمتر از دو ساعت دستوراتم را به انجام رسانیدم و حالا دیگر نوبت موز گرفتن رسیده بود. به خدا گفتم اول بهت بگویم که اگر بخواهی به من سواب سقلین عطا کنی کار بزرگی نکردی. موز همین چهار شب آخر رو هم اگر حساب کنی بهشتی دیگر بر روی بهشتت بسازی و در بسته تقدیم من نمایی کم کرده ای. در هر حالت من تمام کردم در فرمان تو کار خیش را حالا دیگر نوبت توست که بجنبانی ریش را و عوض شایسته به من بدهی گفتم تو که همه این مسئله را بلدی اما فقیری جلو اسب پادشاهی را گرفت و گفت تو شاه تنبلی هستی باید از اسب سلطنت پیاده شده مملکت را به کس دیگری بسپاری شاه گفت تنبلی من از کجا به تو ثابت شد فقیر گفت از اینجا که از گفتن دو کلمه هر که به کلید دارد بگویی نصف خزانه را به من بدهد مزایقه داری مگر کاری هم از این سبکتر می شود که تو نمی کنی ها برای تو هم اشکالی دارد که من هرچه بخواهم بدهی و زیادترش را هم بدهی می ترسی از خزانت کم بشود یا قدرتش را نداشته باشی من از, از گده های سمجم و تا نگیرم رد نمی شوم و به ابرا مفزودم، و حاجاتم را که از دریاها وسیع تر بود یکان یکان برشمردم. کم کم حالا منقلب شد و صورت دیگر به خود گرفتم تا جایی که باز برایش مسل زده گفتم و قالی به حماقت مشهور شده بود که پول قلب از مشتری ها قبول می کند و بدون آنکه به روی آنها بزند در مقابلش جنس می دهد. بقال نیز پولها را گرفته در کوزه می ریه. وقتی عمرش به آخر رسید پسر را وصیت کرد که کوزه را با خودش در گور کند چون پسر حکمت آن کار پرسید گفت میخواهم به خدا بگویم من که یک بنده زلیل تو بودم این پول قلب ها را از بنده های تو قبول کردم و به جایش جنس دادم هاشا به کرم تو که عبادات قلب مرا قبول نکرده مزد ندهی. حالا تو میدانی یا کرمت اگر بخواهی بر کارهای ناشایست ما خورده گرفته و عبادات کرده و نکرده من را به مزنه قیمت درآوری و مطابق کرده ما با ما عمل کنی و هاشا اگر به قفوری و رحیمی و کریمی خود ننگریسته عوض شایسته ندهی و نام گناهکار بر من گذاری در آتشم بیفکن و نام از گناه مبر آتش به گرمی عرق انفعال نیست و دست به دعا برداشته اول حاجات تمام حاجت بندان را خواسته و بعد سلامتی و آقبت به خیری و عزت و آبرو و خیر دنیا و آخرت و عافیت و طول عمر و صحت بدن و مال به و وسعت رزق بی مظلمه و عقل کامل و علم باسع برای خود و زن و اولاد و احفاد و برادران طلبیده و دعا برای آمرزش مرده ها و گذشتگان خود و دیگران کرده و اجابت خواسته های سفارش کنندگان و دوستان و حقداران و معلمان و همسایگان و آنهایی که فراموش کرده اند التماس دعا کنند و که مرض پول نگذاشتشان کتاب های اتومبیل مرا بدرخه نمایند و شناخته ها و نشناخته ها کرده نگفتنی ها رو گفته گله نیست که از بنده های کمکار پرمزار از هر گروه داشتم نموده سعادت و هدایت همشان را آرزو کردم و خیر قبولیش را از قوت قلبی که در خود احساس کردم گرفته خارج شدم مطالبی که میان ما و او رد و بدل شد شاید اگر کسی به دفتر می کتاب وصفش را کافی نبود که کسی تر کند سرنگوش صفحه بشمارد اما صحبت عشق حدیثی است که صد سال سخن یار با یار به یک چشم زدن میگوید و به این ترتیب من حاجی شدم و زنم زن حاجی شد و بچه هایم سری سری پسر حاجی و دختر حاجی شدند و از خانه و زندگی و دکان و مرکب تا کفش و کلاه و جوراب و نعل کفشم هم همه لقب متعلقات حاجی گرفتند و حتما هم الان پلاک در خانه هم, هم به نام الهاج جعفر یا ه جعفر شهریباف مزگنگشته و سرم به میان سرها آمد. وقتی قبل از ظهر به منزل برگشتم رفقا را دیدم مثل کاغذ نویس های مسجد شاه هر یک به ای تپیده صفحه کاغذی بر و قلمی به دست گرفته دست را به روی زانوها نهاده خای نما نشستند و همین ذوق مرا در کاغذ های خود منعکس می کنند که بله کار اعمال به سلامتی و میمنت دیروز و امروز به پایان رسید و الان که این کاغذ را می نویسم حاجی هستم و التماس دعا دارند که اطلاع این جریان را به خیشان و دوستان برسانند مخصوصا به خانمشان که اونی زن حاجی شده سلام مخصوص رسانیده اظهار علاقه زیاد کرده سفارش می کنند که فورا وسایل کار مراجعت را از هر جهت فراهم نماید و در آخر هم بل اجماع می نویسند حاجی آقا سلامت نوره بکش که آمد امضا الحاج میرزا ممزکی پایان جلد اول جلد دوم این کتاب سفر اروپا